گفته بودم از دیروز، گفتم که یه لایوی میخوام بذارم با موضوع مشاغل اینترنتی، شغلای مختلفی که میشه توی اینترنت داشت. و توی این لایو بچه ها میخوام خیلی دقیق، خیلی لیزری بهتون بگم آقا کدوم مهارت ها هست، هر مهارت چقدر میتونه واسه پول در بیاره و چقدر سخت یاد گرفتن این مهارت، اصلا به درد کی میخوره، اصلا تو بری سراغش یا نه. یه سوالی که اول وجود داره اینه که واسه خودم کار بکنم، کسب و کار بزنم، یا واسه بقیه کار بکنم. و همیشه من گفتم اگر تجربه کار اینترنتی نداری، فرصت خوبیه بری تو بیزینس بقیه کار بکنی. همون جک ما مدیر علی بابا که یکی از بیزینس‌های گنده جهانه، یکی از بیزینس‌های بزرگ چینه، میگه دیگه، میگه آقا تا 30 سالگی واسه بقیه کار کن، تجربه کسب کن، از 30 سالگی به بعد به فکر بیزینس خودت باش. یعنی شغلای ما تو همین ایران داریم، آدمایی داریم که دارن ماهی 30 میلیون 40 میلیون پول میگیرن، حقوق میگیرن، یعنی واسه خودش کار نمیکنه ولی مهارتی بلده که اینقدر ارزش داره. و راجع به این مهارت ها ما با هم جلوتر حرف میزنیم. پس بچه بیس قضیه این کار کردن واسه یه بقیه میتونه نقطه شروع خوبی باشه، حتی اگه تو فکر اینه که بعدا بیزینس بزنی. الان بیزینس های اینترنتی کم کم دارن جاشونو باز میکنن. اگه بری روند جهانیش هم ببینی، ببین ایرانو هیچ وقت نگاه نکنی، شما همیشه میخوای روند یه چیزو ببینی، اول روند جهانی رو ببین. یعنی مثلا میری گزارش دیجیکالا رو میخونی، میگه چی؟ میگه آقا بیزینس اینترنتی تازه کجان؟ تازه اونجایی که مثلا 2% 1% این درصدهای پایین از سهم بازار تازه واسه شون انقدر رشد کردن و این قرار عوض بشه، چون تو جهان الان 15% تو جهان هم این قرار عوض بشه، هی داره بیشتر میشه. پس آینده با ایناست. و 10 سال پیش خیلی از شغلایی که من الان دارم مطرح میکنم اونقدر اصلا مطرح نبودن، خیلی از شما اصلا نمیدونستید وجود دارن. شاید الان بعضیتون گوش کنید بگید آره این شغلا رو منم میدونم هست، دوست من فلانی مثلا تو این کار درآمدش هم خوبه، ولی 10 سال پیش اصلا این شغل وجود نداشته. پس شغلایی که دارم حرف میزنم راجع بهشون شغلای دنیا جدیدن، خب، و مهارتایی ان که مهارتای دنیای جدیدن، یعنی چیزی که تو یاد بگیری تضمین یک آینده است واسه. میدونی آقا این مهارت من کمکم میکنه از پس زندگی بر بیام، مهارت به درد بخوری. حالا جذابیتش از کجا شروع میشه؟ محل کارتون بچه‌ها کجاست؟ خب قبلا اینجوری بود که تو میرفتی مغازه کار میکردی، خب بعد صبح به صبح پا میشدی میرفتی مغازه، یا مثلا حالا دفتری بوده صبح به صبح پا میشدی میرفتی این دفتره. الان باز دوباره قضیه عوض شده دیگه، خودمونم تو این دو سال کرونا قشنگ فهمیدیم که خیلی از بیزینس ها اومدن، بیزینس ها آنلاین مشخصا اومدن و نیروهاشون رو دورکاری کردن. همین الان تو شرکت خود ما بچه پیج 365 بوک ما با یه آدمی دادیم، توی بوشهر یه خانومی هست، نمونه کارشو دیدیم و کارو بهش دادیم، اون داره پیج رو مدیریت میکنه. ببین یعنی این فرصت هست. یه زمانی 10 سال پیش چی میگفتن؟ میگفتن که کار فقط تو تهرانه. الان این جمله شوخیه، یعنی یه کسی این جمله رو به من بگه میگم اصلا تو خبر نداری چه جوریه جهان، الان عوض شده اصلا شکله. کار دورکاریه، من میتونم تو خونم بشینم الان کار بکنم. من دوستایی دارم که بچه‌ها میدونم اون طرف مدام داره سفر میکنه واسه بقیه، داره پروژه‌هاشونو میزنه تحویل میده، درآمدش هم خوبه، زندگیش هم میچرخه، پول سفرش هم در میاد، زندگی خیلی خوبی هم داره. تو قدم دوم یه جایی هست، من انقدر کارم خوبه آدم ها ازنم پول بیشتری بهم بدن، خودم انتخاب میکنم. مثلا جذابیت اینجاست، مثلا انتخاب میکنم آقا من این پروژه رو از این فلانی میخوام، این یکی پروژه نمیخوام اصلا، ولش کن. یعنی جذابیت های این کارهای آنلاین بچه‌ها اینم هست که میتونی حتی پروژه محور کار بکنی و راحت باشی دیگه، زمان دست خودت، زندگی دست خودت، تصمیمات دست خودت. بچه کی من کارو پیشنهاد میدم، یعنی استخدام شدن رو پیشنهاد میدم؟ تو شروع مسیرتی، تازه داری وارد این بازار میشی، میگه آقا برم فعلا یه سال 6 ماه یه جا کار بکنم، یاد بگیرم چی به چیه، خب بفهمم که چجوری بیزنس داره کار میکنه، از نزدیک ببینم. دو، یه موقعی هست تو توانایی و تمایل ریسک کردن نداری، زیادن اینجور آدم ها و اصلا عیب هم نیستش. من خودم یه موقعی حتی بدم هم نمیمده که بگم برم اینجا کار بکنم دیگه، درگیر مسئولیتش و ضرر و زیان و فلان و فلان هم نشم. حالا تصمیم من چیز دیگه بوده، ولی همیشه به نظرم این انتخاب هم انتخاب منطقیه واسه خیلی ها. یعنی تو میگه آقا من میخوام ساعت 5-6 بعد از ظهر دیگه تایم هم واسه خودم باشه، خب بری یه جا کار بکنی خیلی بهتره. من میگم من خیلی از اینا بدم میاد که میان فقط یه رویایی تو ذهن ما میسازن، میگن آقا تو برو کارآفرین شو، اصلا زندگی تا این رو به اون رو میشه دیگه، تایمت دست خودت فلان فلان. اتفاقا تجربه من چی میگه؟ آقا تو کسب و کار بزنی درگیرت میکنه. تمام کسایی که بیزینس دارن بچه‌ها مشغله دارن،
درگیر میشه ذهنت، چجوری رشدش بدم، الان چیکار بکنم، و زمان میگیره. و اگر حاضر نیستی و نمیخوای و ترجیح میدی زمان خالی داشته باشی، حاضر نیستی زمان زیاد بذاری، به خدا قسم که کار کردن واسه بقیه بهتره، حتی درآمدش یه جای بیشتره. و نکته چیه؟ یه کتابی هست انقدر خوب که نتونن نادیدت بگیرن. و بحث سر اینه که حتی اگه تو میخوای کاری هم بکنی، پیشنهاد من چیه؟ نرو عادی شو تو اون کاره، واقعا انقدر اون کار خوب شو، خب که آدما سر و دست بهش کنن که با تو کار بکنن. تو اونم شدنی، به شرطی که این نقطه اعلا برسه، اگه درآمد زیاد میخواد. اگه توانایی تحمل ریسک کردن نداری هم پس کار واسهت خوبه، یعنی مهارت یاد بگیری واسه بقیه کار کنی خوبه. مثلا یک خانم خونه دار بیزینس زدن خیلی قرار زمانشو بگیره، ولی اینکه یه مهارت یاد بگیره که مایه 5 میلیون 10 میلیون در بیاره واقعا خوبه و شدنیه بچه‌ها. و همین که ترجمه میدی درگیر مدیریت کار نشی و به زندگیت برسی، زندگیتو کنی. پس اینا میشه حالتایی که به نظرم کار کردن واسه بقیه انتخاب بهتری. و بریم سراغ مهارتایی که میتونی یاد بگیری. ببین توی اینترنت من پایین سمت چپ زدم بازاریابی دیجیتال میشه چی؟ میشه این مهارته که من بتونم یک چیزی و هر چیزی رو توی اینترنت روش بدم. یعنی من میگم که آقا من میتونم پیج اینستاگرام بزنم، فروش یک بیزینس رو 4 برابر کنم. مثال من بلدم سایت بزنم واسه یک بیزینس، من میتونم واسه یک بیزینس تو اینترنت تبلیغات بکنم. همه اینا میشه زیرمجموعه چی؟ بازاریابی دیجیتال. فقط هم بچه بیزینس نیست، یعنی وقتی من میگم بازاریابی مارکتینگ، مارکتینگ به معنی نیست که تو داری یه بیزینس رو فقط پروموت میکنی روش بکنه. ببینین که من بلد باشم از خودم یک چهره بسازم مارکتینگه. کیو مارکتینگ کردم؟ چیو مارکتینگ کردم؟ خودمو. این که من بلد باشم تخصصمو بیا مطرح بکنم تو اینترنت مارکتینگه. مثلا کیسی هستش که طرف مکانیکه ولی اومده تو اینستاگرام کارشو داره نشون میده، تخصصشو داره نشون میده و اینجوری مشتریاش داره بیشتر میشه. این داره مارکتینگ میکنه. چیو داره؟ میگه من متخصص کارمم. ببین چقدر راجع به کارم میدونم. اگه میخوای ماشینتو تعمیر کنی بیا پیش من. حالا بچه 6 تا مهارت من اینجا آوردم، اون مهارتای کلیدی که به نظرم جذابن و میگم به درد کی میخورن. اولیش بچه بازاریابی محتوا است که واقعا هم خیلی جذابه، هم خیلی کار خلاقانه ایه، همین که درآمدش میتونه خیلی خوب بشه. هر چیزی که شما دارید تو اینترنت میبینید محتواست، یعنی الان داری ویدیو منو میبینی، لایو منو میبینی، محتواسین. داری مثلا چم تو اینستاگرام میچرخی داری محتوا میبینی، توی گوگل سرچ میکنی محتواست. محتوا رو میخوام به زبان ساده بگم هر نوع اطلاعاتی که توسط من انسان قابل درک باشه میشه محتوا. کار تو چیه تو بازار محتوا؟ اینه که بیای واسه بیزینس محتوا تولید بکنی. محتوا چی میشه؟ یه دسته میشه محتوای سایت که بیای واسه سایت مقاله تولید بکنی. یعنی اگر تو یه خانم خونه داری این آپشن خوبیه، این مهارت رو یاد بگیری بشینی واسه سایت‌های مختلف مقاله بنویسی. مزیتش واسه اون بیزینس اون سایته چیه؟ این که وقتی یکی مثلا تو گوگل سرچ میکنه چگون مثلا بهترین سشوار، بهترین برند سشوار، مقاله اون سایته میاد بالا، من میرم تو سایت اون ازش خرید میکنم. پس مقاله تو، محتوای تو داره چه کمکی میکنه؟ اینکه اون سایت دیده بشه. میتونی از این را درآمد کسب کنی. کلی سایت هستن حاضرن بهت پول بدن. چقدر پول میدن؟ از کلمه 50 تومن دیگه بخواد خیلی بزنه تو سر مال بهت میده، تا 100 تومن، کلمه 200 تومن اگه کارت خیلی خوب باشه، کلمه 300 تومن حتی. چقدر میشه از این مهارت درآمد داشت؟ چقدر میشه با مقاله نوشتن درآمد داشت؟ من که بچهای خودم بعد اینکه از اینجا میره میشینه و واسه همون چند تا مطلب مینویسه و تو یک ماه گذشته جدا از درآمدی که از شرکت ما داره میگیره اینا بذاریم کنار، 8 میلیون از همین درآمد داشت. شما چقدر میتونی درآمد داشته باشی؟ من فکر کنم راحت بتونه به 15 میلیون 20 میلیون هم برسه، دیگه بستگی به چقدر زمان بذاری. پس میبینی بازار جذابی داره. یه بخش دیگه چیه؟ محتوای ویدیوییه. و اگر تو بلد باشی محتوای تصویری و ویدیویی تولید بکنی، اونم خودش یک جهانی رو برود باز میکنه. چیکار؟ میتونی بیای تو اینستاگرام پیج بقیه رو به عهده بگیری کاراشو، واسهشون عکس بزنی، واسهشون پستای جذاب طراحی بکنی، ویدیوهاشون ادیت بدی، فیلمبرداری بکنی و از اینا میشه درآمد عالی داشت بچه. خب استوری بزنی واسه طرف، بحث شبکه اجتماعی میشه، میگن آقا طرف ادمین اینستاگرام شده. بچه جلوتر هم باز میره تو این بحث شبکه اجتماعی، بری بگردی کسایی هستن که مثلا بهت میگن آقا بیا و ادمین من شو، خب بیا و جواب دایرکتامو بده. ولی اگر حالا میخوای خیلی تو این فیلد بیای جدی بشی و درآمدت خوب بشه، خب بعد متخصص ترم بشی. یعنی بعد بیای به من بیزینس بگی آقا من بهت پلن میدم، میگم چه محتوایی تولید کنی، چی کار بکنی، روش بکنی،
کجاها بری ارزش کارت هم بیشتر میشه، چون دیگه تو لول مشاور اومدی، تو لول استراتژیست اومدی و من میگی دارم چی کار باید بکنم. باز دوباره به همین یه چیزی که خیلی پیوند میخوره طراحی و گرافیک بچه ها. یعنی اگه تو فتوشاپ بلد باشی باز تو اینترنت پر کار فتوشاپه. بچه ها هر کدوم اینا سرچ بکنید میبینید که چقدر واسه شون بازار کار وجود داره. همه نیاز دارن آقا بنرهای گرافیکی طراحی بکن واسه همون، پست اینستاگرام طراحی بکن واسه همون، باز در کنار این ویدیو برام ادیت بده. اینجا بچه ها این فکر قدیمیه رو یکم بذاریم کنار. خیلی ها میگن آقا نه فقط باید با کامپیوتر ویدیو ادیت داد و اینا. خیلی از دایرکتای ما درخواستشون اینه که آقا کسی رو من میخوام که با گوشی برام محتوا تولید کنه، نمیخوام بیاد با کامپیوتر انجام بده، چون کامپیوتر پیچیده میکنه اصلا مسیر رو و من میخوام با گوشی کارم انجام بشه. همونجور که خود من سعید رهبری خیلی کارم با گوشی انجام میشه. پس دوباره اگه میخواین تولید محتوا یاد بگیری به نظرم گوشی اول سرمایه گذاری کنه خیلی بهتره، تا به این فکر کنی که نه منظور اینه که برم حتما کامپیوتر با کامپیوتر کار بکنم. بریم مهارت‌های دیگه. بچه ما تو اینترنت یک مهارتی داریم به اسم SEO. اینه که من کاری بکنم که یک سایتی توی نتایج گوگل بیاد بالا. دقت کنی مثلا سایت ما رو آموزش چیزهای مختلف سرچ بکنی سایت ما بالاست. خب چرا؟ چون سایتمون اصطلاحاً SEO کردیم. یه سری کارا می‌کنی، یه سری سیگنالا پیاما واسه گوگل می‌فرستی که آقا این سایت خوبه. ایده بدی آقا چه محتوایی باید تو این سایت تولید بشه تا این سایت بیاد بالاتر، ورودی بیشتری از گوگل بگیره، ترافیک بیشتری از گوگل بگیره. تو کیس SEO هم درآمد فوق‌العاده است. یعنی تو ممکنه یه پروژه SEO بگیری، بابت همین پروژه که مثلا 2 ماه طول می‌کشه، دو تا 50 میلیون، 60 میلیون رقمه بیشتر حتی از آدمو بگیری، به شرطی که چقدر کارت خوب باشه. ولی واسه کیه؟ واسه کیه که سرش درد میکنه واسه این کارهای تکنیکال، کارهای فنی تر. یعنی محتوا یه کار خلاقانه تره، SEO کار فنی تره. خب پس اگه فنی کاری برو سراغمون. طراحی سایت باز دوباره یک مبحثیه که میتونه خیلی پول در بیاره. یعنی تو به هر بیزینسی بزنی بگی میگه من سایت میخوام، هر جا بری بگی آقا سایت میخوام، میگه اوکی بس من سایت طراحی بکن، میگه جا افتاده دیگه. یعنی طراحی سایت از SEO مبحثش یکم فن کمتر فنیه برخلاف تصور عموم. همین الان من استوریاشو گذاشتم چند روز پیش بچه‌ها که ظرف 6 ساعت من سایت زدم. خود ما یک سرویسی داریم به اسم پورتال، سایت سازه. خب ساده است. ببین دیگه گذشته اون زمانی که کد نویسی و کارهای عجیب غریب می‌خواست، هر کسی میتونه باش کار بکنه سایتشو بسازه، بری باشون هم صحبت کنی بهت افیلیت میدن. افیلیت یعنی چه؟ همکاری در فروش. میگن آقا تو برو سایت بفروش، یه درصدی از اون فروشم واسه خودت میری. یه جا صحبت می‌کنیم، آقا من سایت تو واسه تو اوکی می‌کنم روی این سرویس، اینقدر ازت می‌گیرم. یعنی هم یک پولی واسه این خدمتی که داری انجام میدی میگیری، هم یه پول اضافه مازادی از کی میگیری؟ از سرویس پورتالی میگیری که واسهش سایت فروختی. بچه ها شاید الان بعضی تو بکنه آقا این کارا که شدنی نیست و اینا. من کسی رو میشناسم که از این کارا درآمد داره، من کسی رو میشناسم از همین طراحی سایت مای 25 میلیون داره در میاره. و در نهایت بازار دیجیتال، بازار دیجیتال هم که دیگه واقعا متخصص این حوزه بشه دیگه، تو لول واقعا درست حسابیش قرار بگیری دیگه راحت میتونی درآمد خوب داشته باشی. مسئله سر چیه؟ یه مهارت دیگه هم هست، مثلا یه چیزی که من اینجا نیاوردم برنامه‌نویسیه. برنامه‌نویسی یک مهارتیه که نه تنها تو ایران، تو جهان با مشکلش مواجهن. یعنی چی؟ یعنی کمبود برنامه‌نویس ما داریم تو جهان. خب و همین ایران خودمون 40 میلیون به یک برنامه‌نویس دارن میدن. تو دنیا هم همینه. تو دنیا هم درآمدهای کسایی که پروگرامینگ بلدن درآمدهای وحشتناکیه. پس اینم یک مهارت خوبیه واسه کی؟ واسه کسی که کم زنش منطقیه، با زور کار فنی دوست داره و معمولا اگه لایکم سنش کمتره. واسه همه تو نمیگم. پس اینا میشن دسته‌های کاری مختلفی که میشه انجام داد. میتونم بیام تو حوزه محتوا و ادمینی اینستاگرام، کار راحتین، راحت میشه یاد گرفت، درآمد خوب دارن، از تو خونه میشه انجام داد. گرافیک و تدوین ویدیو همینطور، میتونی راحت تو این کار رشد بکنی، راحت میتونی ازشون درآمد داشته باشی. حتی اگه یه روزه بخوای کسب و کار خودتو بزنی مهارت‌های لازمی هم. SEO مهارت تخصصی تریه، طراحی سایت خب یه ذره فنی تره ولی شدنیه. الان اینجوری نیست که خیلی برنامه‌نویسی عجیب غریب اینا بخواد. و مهارت پیشرفته تر میشه بازاریابی، ببخشید برنامه‌نویسی. یه سوالی که هست اینکه کجا کار پیدا بکنم؟ الان ما خودمون دیدوگرامو داریم، حالا سایت جدیدش هم به زودی میاد بالا. حالا جدا از این سرچ کنی سایت استخدامی که زیادن، ولی جاب اینجا، کالیب، پونیشا، خب اینا هم سایت های خوبن. یکی دیگه مثلا جاب ویژن. فرقشون چیه؟ ببین مثلا جاب اینجا استخدام دائمه، معمولا همون کالیب استخدام دائمه، جاب ویژن استخدام دائمه. یه سایتی مثل پونیشا ولی قضیهش چیه؟ استخدام دائم نیست، پروژه‌ایه.
یعنی یکی میاد یه پروژه تعریف میکنه میگه من میخوام مثلا برام سایت بزنی، من میخوام مثلا یکی بیاد 30 تا مقاله بنویسه، خدمت عرض کنم من میخوام یکی بیاد واسه اینستاگرام مثلا روزی یک پست بزنه، و تو میری میگی آقا من حاضرم اینقدر بگیرم این کار رو انجام بدم، کار رو میگیری. جدا از اینا دیدوگرام ادمینم باید ببینی، بچه های دورمون رو معرفی میکنیم و با مزه است. بچه من روزی که اینو زدیم خب خیلی روش مانوف ندادم، بعد جدیدن از 2 ماه پیش دیدم مثلا یکی از دوستان پیام داد که معرفیش کرده بودم، گفت آقا من دارم هفته 20 تا درخواست کار میگیرم از این پیج تو. پس بازار بازار بزرگی، بازاری که خیلی پتانسیل داره. مسئله چیه؟ اولا بچه یاد بگیر رزومه درست حسابی بسازید. همیشه خودتون بپرسید خب چرا من بعد استخدام بشم؟ چرا یکی بعد منو استخدام بکنه؟ تو رزومت بیار آقا این کارا رو کردم، این موفقیت‌ها رو داشتم. پس خواهشاً رزومت وقت بذار. مسئله بعدی چی؟ برای یادگیری هزینه کن. ببین یعنی چی؟ یعنی فرض کن تو میخوای بری مقاله نویس بشی واسه سایت‌ها. میدونی آقا خب درآمدش هم خوبه، میتونم خیلی رشد بکنم. روز اول حاضر باش کم بگیری، اشکال نداره. در واسه داری یاد میگیری. کم کم که حرفه‌ای تر شدی می رقمتو میاری بالا. تو گرافیک همینطور، تو ادمینی اینستاگرام همینطور. اول باشه پروژه بگیرید، موفق کنید، بعد انتظار بیشتر داشته باشید. این مهارت‌ها چه شکلی کار می‌کنه؟ فرض کن واقعا یکی از شما خب بیاد به من بگه که آقا من میتونم یه کاری بکنم که فلان بیزینس تو 5 برابر شه فروشش. فکر کنید دیگه مثلا به جای اینکه فرض کن 500 میلیون تو ماه بفروشه 2 میلیارد بفروشه، 2.5 میلیارد بفروشه. حالا این عدد فرضی بوده ولی من به چی میگم؟ میگم اوکی من حاضرم خیلی رقم خوبی بهت بدم اگه این کارو بکنی. وقتی تو بلدی بیزینس روش بدی میری به حتی مثلا شب فلان دوستت میگه آقا من میتونم یه کاری بکنم که فروش آنلاین تو شروع بشه، شریکم کن، من درصد میخوام. یا میری مثلا تو فلان آرایشگاه میگه آقا من میتونم پیج اینستاگرامت رو کنم روش کنه ولی رقم بالا میخوام. دارم یه کاری میکنم، تو 200 میلیون بفروشی از اینستاگرام، 300 میلیون بفروشی، انتظار دارم به من 50 میلیون رو بدی. یعنی ببین اینجوریه این کارا، بازاریابی دیجیتال اینجوری کار میکنه. پس تو شروعش یکم سخت نگیریم به نظرم که مهارت رو یاد بگیریم بعد جدی بشیم. و بچه کلا درک بکنید اینو که من شما هیچ آدمها اصلا وجود خارجی نداریم تا وقتی که این ترس خودمون رو کنار بذاریم. مطمئنم یه سریتون، چون من زیاد کارم آموزش زیاد دیدم، یه سریتون وقتی بهتون میگم آقا مثلا برو فتوشاپ یاد بگیر، یا میگم برو مقاله بنویس، یا برو حتی مثلا رزومت رو بفرستی جا که قبول کنه واسش مطلب بنویسی، قبول کنه ادمین اینستاگرامش بشی، یه سریتون میگی نه نمیشه. مقاومت حالا متفاوته. یه موقعی میگی مثلا این فتوشاپ خیلی پیچیده است واسه اینکه یاد بگیرم، کار با ابزارهای گوشی خیلی پیچیده است، مقاله نوشتن خیلی پیچیده است. یه مقاومت این شکلی داریم که بچه به خدا بری توش میفهمی ساده است، بری توش یاد میگیری، اصلا چیز عجیبی نیست. و یه مقاومت دومی هم داریم همیشه، طرف میگه آقا من خب کجا رزومه بفرستم، نکنه بفرستم راجعم بد فکر بکنن. ببین من همیشه پیشنهادم این بوده، آقا ترس رو بذار کنار، واسه همه رزومه بفرست. خیلی بچه‌ای که من اینجا استخدام کردم روز اول واقعا اونقدر بلد نبودن، استخدام کردم چون طرف جرأت داشت باشه بیاد اینجا، استخدام کردم چون طرف جرأت داشت درخواست بکنه، چون اومد گفتش آقا من بلد نیستم ولی میتونم یاد بگیرم. روز اول من بهش زیاد ندادم ولی گفتم آقا باشه بشین یاد بگیریم. پس خیلی مواقع اینه که این ترس رو کنار بذاریم و یاد بگیر توی اینستاگرام، توی لینکدین که یک شبکه کاری حرفه‌ای حضور داشته باشی. اینا هم کمکت میکنه، اینا هم کمک میکنه که کار پیدا بکنی. این حرفم شاید مهمترین حرفم باشه. جایی برو که این مهارت رو کم کم یاد بگیری، درگیر کار بشی، جزئیاتش رو بفهمی، که اگه یه روزی هم خواستی بیزینس خودتو بزنی، بیزینس آنلاین خودتو بزنی، بلد باشی، توی این فضای حرفه‌ای شده باشی، فهمیده باشی چی به چیه، رشد کرده باشی قبل از اینکه به این فکر بکنی. حالا ما تو الان به خاطر عید فطر توی تخفیفی، من 2 تا پیشنهاد دارم بسته به اینکه حالا بخواید چی کار کنید. یکی دوره تولید محتوامون که مقاله نویسیه خیلی خوبه واسه کسی که میخواد مثلا مطلب فقط بنویسه. یکی دوره اینستاگرام به اضافه تولید محتوا با گوشیمون. چرا اینو من خیلی پیشنهاد میدم؟ چون در انتهای دورم معرفی تو میکنیم و بچه این دوره دارن کار میگیرن. جفت دوران بچه ها واقعا رقمش رو برید مقایسه بکنید، واقعا شوخیه نسبت به بقیه قیمتی که بقیه میذارم، با توجه به اینکه 2 تا دوره کامله. و نکته خیلی جذاب ترش هم چیه؟ این که میگم بعدش معرفی میشی. خود دوره من مطمئن، من میدونم چی طراحی کردم واسه دوره، میدونم که اصلا نمونهشو پیدا نمیکنی و واقعا اگه وقت بذارید من قول میدم، یعنی میدونم که متخصص میشی، میدونم آدم میشه که حرف برای گفتن تو این فضا داری. و راه دومی که میتونی بری
اینه که همین الان سایت نووین رو باز بکنی، برو تو آموزشا، کلی مقاله بچه‌ها داریم راجع بازاریابی چیست داریم. من خیلی دوست دارم این مقاله رو بخونید، بچه‌ها کمک میکنه، بهتون دید میده. دوره فرصت‌های اینترنتی رایگانه بچه‌ها، 4 ساعته ببینی، قول میدم مثلا یه چیزایی ببینی بگی من میشه از این درآمد داشت. آدما الان واقعا الان این شکلیه، کسی هست که میشینه بازی میکنه و درآمد داره، از بازی کردن تو میتونی پول در بیاری. ما داره 40 میلیون 50 میلیون الان فکر کنم 100 میلیون هم رد کرد. پس از این مهارت میشه خوب درآمد داشت. اون دوره فرصت های اینترنتی منو ببین، رایگانه و کامل واسط باز کردم که چی به چیه، چی کار میتونی بکنی تو اینترنت، هر مهارت چقدر واسط دقیقا پول در میاره، از کجا شروع بکنی، اصلا چی به درد تو میخوره. برو تو سایت novin.com، سایت من، آموزش ها یه سری مطالب رایگان دارم، ویدیو رایگان که کمک میکنه، و در کنارشون فرصت های اینترنتی. میخوای سریعتر به نتیجه برسی و کاملتر ببینی و خودمون معرفیت کنیم، دوره همون ترکیب اینستاگرام و گوشی که حالا دوره ادمینی هم بهش میگیم ما، که بعدش معرفیت هم میکنیم، یا دوست داری بیشتر مطلب بنویسی، مقاله بنویسی، دوره تولید محتوا. پس این شد کلیتش، دستتون هم درد نکنه. دیدی حالا من جواب یه سری پیامام میدم، من دیگه جواب میدم یه سری دیگه. درآمد تو یوتیوب چجوریه؟ ببین اولاً که تو اولین کاری که بلد بشی اینه که ویدیو جذاب تولید بکنی. من نمیگم با کامپیوتر، خیلی مثلا میخوام پیچیده‌اش بکنم، واقعا با گوشی هم شدنیه. بعد بلد بشی ویدیو تو ادیت بدی، ادیتای جذاب بدی، و خب یک حرفی واسه گفتن داشته باشی، یک علاقه‌ای داری که دوست داری روش حرف بزنی. حالا توی یوتیوب تو اولین شرط اینه باید 1000 تا سابسکرایبر داشته باشی، یعنی 1000 نفر دنبالت بکنن و 4000 ساعت ویدیو دیده باشن از پیج تو، کانال تو. شدنیه، چیز سختی نیست. یعنی خیلی از ایرانی ها الان میبینیم مثلا اون اهورا نیازی یا موبو نیوز، میا پلیس، حتی این رپرال اسمش من یادم نیست، همه اینو دارن از یوتیوب پول در میارن. راحت هم رسیدن به این، با جذاب بوده محتواشون واسه آدما. یوتیوب میاد و بابت هر تبلیغی که نشون میده 50% سود تبلیغ رو میده به تو، که اگر اشتباه نکنم بابت هر 1000 تا بازدید 1 تا 3 دلار میگیری. یعنی اگه 1000 نفر ویدیو تو رو تو یوتیوب ببینن، یوتیوب میاد 1 تا 3 دلار به تو میده. به رقم زیاد، یعنی قابل توجه میشه دیگه. مثلا پیج بزرگ ایرانی، بزرگ، کانال های بزرگ، منظورم مثلا 200,000 تا 300,000 تایی که مثلا ویدیوهاشو زیاد میبینن، میتونه مثلا تو ما 500 میلیون از یوتیوب در بیاره، 300 میلیون به این رقم میتونه برسه. راحت میتونی مثلا 30000 دلار در بیاری، 20000 دلار در بیاری، و دلار خوب ارزشش تو ایران زیاده، در نتیجه پول خوبی در میاری. حالا کار تو چیه؟ میگم یک موضوع انتخاب میکنی که واسه جذابه و میدونی دوستم در این زمینه بیام به آدما اطلاعات بدم، ارزش ایجاد بکنم، محتوا ارزشمند دیگه. حالا ارزش بچا درک بکنین، ارزش میشه محتوای جذاب یا محتوای مفید. یعنی مثلا موبا نیوز، اهورا نیازی میان راجع به تکنولوژی حرف میزنن، محتواشون مفیده، گوشی بررسی میکنن. یکی مثل میا پلیز سینا امینی میان و محتوای فان تولید میکنن. جفت اینا ارزشن، یکی داره سرگرم میکنه، یکی داره اطلاعات مفید میده. نه چیزو دیدید یا نه، سالار ریویوز رو اگه برید ببینی، این سالار ریویوز میاد چیکار میکنه؟ میاد ماشین بررسی میکنه. اون مثلا خیلی سری رشد کرده. الان شما یه موضوع انتخاب میکنی، هر چی، آقا آشپزی میتونه باشه، میتونه راجع به گیم بیای صحبت بکنی، راجع به خیاطی، راجع به علایقت، راجع به حتی یه چیز سرگرم کننده ای، چیزای چالشی ایجاد بکنی و بیا تو یوتیوب شروع کنی محتوا تولید کنی، یه پیج بزنی محتوا تولید می‌کنی. میگم مهارت مهمی هم که باید بلد باشی مهارت تولید محتواست. من خودم اگه مثلا بخوام تو دوران پیشنهاد بدم، به نظرم اون دوره تولید محتوا با گوشی حتما ببین اگه می‌خوای بری تو این کار، چون هم تکنیکا رو بهت میگه، آقا نورپردازی چه جوری باشه، زاویه دوربین چه جوری باشه که بعداً می‌خوای حرفه‌ای بشی به درت می‌خوره، همین که ادیت با گوشی رو بهت یاد میده و کارهایی که می‌تونی انجام بدی، همه چی رو بهت یاد میده. کامل شروع میکنه محتوا تولید کردن، یه ذره اول شروع میکشه، ولی پیجه که بگیره دیگه درآمدم میاد. قدم بعدی چیه؟ این پولی که داری از یوتیوب در میاری، مثلا اگه داری 500 دلار در میاری اون ماهای اول، 200 دلار در میاری، اینو بیاری ایران.
خب چجوری میاری ایران؟ سرچ بکنی بچه هستن کسایی که درآمد دلاری تو رو بیارن تو ایران. بچه اینم من بگم مشابه همینو ما تو آپارات هم داریم، یعنی آپارات هم میاد حدودا 50% درآمدش رو میده به شما. مشکلش دو تا چیزه، یکی اینکه خب سخت‌تره، یعنی شاید کمتر ببینن، ولی شدنی ها. مثلا خود ما الان از آپارات درآمد داریم، حالا خیلی نیست، منم خیلی درگیرش نیستم، ولی شدنی. اینکه یوتیوب خیلی جذاب‌تره اینه که اون دلاری پول میده و این داره به تومن پول میده. یکی گفته به جز یوتیوب سایت دیگه هم هست برای درآمد، که خب گفتم آپارات هست، اینستاگرام یه پیج بزن، مطرح بشه پیجت یکم روش بکنه درآمد داره، فروشگاه میتونی بزنی تو اینستاگرام، سایت بزنی سایتت میتونه به درآمد برسه، تمام اینا فرصت‌های درآمدزایی دارن. یکی گفته به نظرت پوشاک فروختن هنوز جواب میده؟ اگر نقطه تمایز پیدا کنی آره معلومه که جواب میده. خب تو حالت عادی هم جواب میده. ببین سوالت مثل اینه، مثلا بگی با وجود اینا همه پاساژ ها و مغازه هایی که لباس میفروشن، آیا من لباس مغازه لباس فروشی بزنم؟ نمیفروشه. خب میفروشه. خب دیگه حالا بس تو چقدر خوب کار بکنی، بس رقم فروشه، بس خود فروش نیست. ولی رشته سخت‌تر میشه، یکم تفاوت داشته باشی با بقیه راحت‌تر میشه. قبلا من گفتم مثلا این میمونه که من یک پیج لباس هوایی داشته باشم یا یک پیج لباس عادی داشته باشم. خب من وقتی لباس هوایی دارم، هر جا برم تبلیغ این پیجم بدم بگم آقا من تخصصی لباس هوایی کار میکنم، ملت کنجکاو میشن دنبالم بکنن. ولی وقتی فقط لباس دارم میدم، سخت‌تر میشه دیگه که آدما رو بخوام قانع بکنم که بیان دنبالم بکنن. نظرت درباره نتورک مارکتینگ چیه؟ دزدیه مشخصه دیگه. الان یه سری شاکی میشن که این چه حرفی زدی. اون مشخصه، چیزی که عیان است که چه حاجت به بیان است. من بچه بودم یه دوستی داشتم و این یادمه مثلا دبیرستان بودم، اومد به من گفتش آقا من رفتم تو یک سیستم نتورکینگ، این دروغ نیست، قطعا بنز می‌خری بعد چند ماه و بعد اولش با یک خرید تابلو شروع کنی بعد تمومه. بعد دو ماه اومد گفتش پولمون رو دزدیده، رفتیم شکایت کردیم. ببین وقتی من یک مهارتی بلدم و توش خوبم، خب زمان گذاشتم یاد گرفتم و این درآمدی که دارم به لطف اینه که خب این مسیر رو رفتم. اونی که مثلا میره تو بورس، میره تو سرمایه گذاری، حالا اولا که قبلش بهتر آدم یه درآمد ثابت ایجاد کنه، یه مهارتی بلد بشه، بعد به فکر سرمایه گذاری باشه. ولی اونم که میره تو سرمایه گذاری 10 بار گند میزنه، بالاخره شکست میخوره، پول از دست میده، یاد میگیره. این توهمه، این هر کی بهت گفت آقا بیا راحت یه چیزی به دست میاری، دیگه باید خودت گوشات حواست باشه، گوشت تیز باشه که آقا این داره چرت میگه دیگه. حتما هر چیزی که خوبه در جان، این هر چیزی که ارزش داره در این جان هزینه داره. هر جایی که بهتون گفتم بچه راحته گول نخورید. این اصلا ببین چیزی که راحته دیگه ارزشمند نیستش که. سیستم های حالا نه لزوما مدل این مدل مارکتینگ ها، ممکنه من مثلا ببین همین الان تو خود نووین ما سیستم همکاری در فروش داریم. یعنی اگه مثلا شما فرض کن مثلا خودت 365 بوکی گرفتی، گوش دادی، دوست داری، میگه محصول خوبیه این، خب میتونی معرفی کنی و 30% از درآمدو بگیری. تو این 365 بوک 50%، تو دورهای دیگه‌مون 30%. مثلا دوره تولید محتوا با گوشی ما فرض کن مثلا 800 تومن الان با تخفیف، شما اگه اینو بفروشید از این 800 تومن 250-300 تومنشو میدیم به شما، چون شما واسه ما فروختی، بازاریابی کردی. یا مثلا اگه دوره اینستاگرامون رو بفروشی از مثلا 900 تومن 300 تومنش برای شماست. یا اگه ترکیب اینا مثلا 1500 باشه تو تخفیف، اگه شما برید مثلا واسه ما معرفی کنی و سمت شما بیاد طرف بخره، یکی بیاد بخره، ما میایم به چیکار میکنیم؟ از این 1500 تقریبا 500 تومنشو به شما میدیم. خب این میشه یه مدل بازاریابی. حالا مدل دیگه مثلا میگه خب باشه من میام شبکه هم میسازم واسه این محصوله. ولی خیلی از این شرکت ها مشکلشون چیه؟ اینکه هدف فقط پوله دیگه، محصول کیفیت محصول فراموش میشه. مثلا حالا من SPRم حالا تعداد کمه، مثلا سیستم بادرو، چیزی که من میدونم اینه که کیفیت محصول اونقدر نیست، فقط داره سیستم میسازه که بفروشه و تاشم تموم میشه دیگه. حالا سلسله تو بچینی، بالاخره محدودن تعداد آدمای جهان دیگه، یکی بالاخره پول در نمیاره دیگه، یکی پول در نمیشه دیگه، خودمونیم دیگه. من برای نشریات مختلف دانشجوی مقاله نوشتم، میتونم اینو به اون رزومه بنویسم؟ قطعاً. ببین یکی گفته سایتایی که برای مقاله نوشتن توشون میشه ثبت نام کرد. اولا که من بگم تو کیس مقاله نوشتن یه چیزی که جذابه، فرض کن مثلا من پزشکی خوندم، خیلی سایتای، یعنی الان کارم پزشکی تو، ولی تو دانشجو هم الان خیلی سایت ها هستن، مثلا همین سایت های داروخانه تو که الان مکمل و چیزا دیگه میفروشن، که از خداشونه کسی بیاد واسه شون مقاله تخصصی بنویسه که سایتشون بالا بیاد. یا مثلا فرض کن تو گیم دوست داری، خیلی سایت های گیم هستن که مقاله می نویسن. فیلم دوست داری، خیلی سایت های فیلم هستن که بری درخواست بدی نویسنده میگیرن.
چه میدونم یه خانومی هستی که دوست داره راجب زیبایی مطلب بنویسی، سایتای آرایشی که محصولات آرایشی میفروشن نویسنده میخوام واسه سایتشون. دو اینکه سایتا رو گفتم مثلا چون همون جابینجا، همون پونیشا، اینا هم سایتن که کسایی که دنبال مقاله نویسین استخدام میکنن. یکی گفته نظر شما در مورد فروش عسل چیه؟ خوبه؟ حالا بعد یه جوری متفاوت کنی همیشه خودتو با بقیه ترجیحاً، یعنی محتوات متفاوت باشه، سبکت متفاوت باشه. یه چیزی هست من اینا رو دوست دارم، من خیلی بچه بیزینس های جهانی خیلی دنبال میکنم. یه بیزینسیه این عسل فلفلی میفروشه و این بیزینس توی یک سال فکر کنم 200-300 هزار دلار درآمدش بود تو سال اولی که تأسیس شد. بس میبینی یعنی یه ذره شاید یه موقع خلاقانه تر فکر کنیم راحت تره واسه همون روش کردن. این 30% از همکاری در فروش باید سود خالص باشه یا ناخالص؟ من نمیم راجع به چی داری حرف میزنی. خود ما بچه اگه مثلا میگم یکی از دورامونو دوست داشتی اگه معرفیش بکنید و کسی از سمت شما بخره 30% از مبلغ اون دوره رو بهتون میدیم. تو کیس اون حالا خلاصه کتابمون 50%، ولی جای مختلف فرق میکنه. یعنی مثلا ممکنه یکی مثلا کفش بفروشه به شما، از شما بفروشید اون ارسال بکنه، درصد اون طبیعتا پایین‌تره چون هزینه کفشه احتمالاً بیشتره دیگه، پس درصدی که اون بهتون میده پایین‌تره ولی شدنیه. یکی گفته چگونه استارتاپی فکر بکنیم، کتابی توصیه میکنید؟ کتاب که زیاده، ولی مثلا یه چیزو بگم که مهمترینه شاید تو بحث استارتاپی فکر کردن، استارتاپ نابه قطعا. یکی گفته روش درآمد از آپارات چجوریه؟ این یوتیوب وقتی روش میکنه پیجت، کانالت زیاد دیده میشه، یه جا باید یه چیزی داره میگه آقا مثلا باید حداقل 1000 ساعت ویدیوتو دیده باشن، راحت هم میرسه بچه‌ها. مثلا ویدیوتون زیاد میشه خود به خود اون تایم هم سریع میره بالا. بعد از اونجا میگه آقا میخوای درآمدزایی داشته باشی، یه دکمه میزنی تمومه، شروع میکنه پول دادن از اون به بعد. یکی گفته مهندس آیا تو اینستا هم میتونن عالی کسب درآمد کنن یا نه مثلا نتورک ها خیلی ها پول در نمیارن؟ جنس فرق میکنه، این کار نتورک مارکتینگ کار نیست از نظر من خیلی. خب یعنی تو محصول درست حسابی نداری. تو اینستاگرام کسایی که من دور برم دیدم یکم تلاش کردن همه در آوردن. چرا؟ چون میگم تو داری ببین اینستاگرام یک ابزاره بچه ها، ذهنتون رو درست کنید. خب فکر نکنید اینستاگرام به ذات مثلا چیزه. چرا قدرتمنده؟ چون آدم ها توشن. یعنی تو اینستاگرام خود من، پیج من تو ماه 10 میلیون ایمپرشن داره، یعنی محتوای منو 10 میلیون نفر دارن میبینن. ریچم یعنی اینکه چند تعداد آدمایی که دارن محتوای منو میبینن تقریبا 2 میلیون هم رسیده، 2.5 میلیون ایناست. یعنی ببین اینستاگرام یه ابزاریه که به من اجازه میده حرفامو به گوش این تعداد آدم برسونم. 20 سال پیش اگه من یه کسب و کار میزدم من نمیتونستم از خودم رسانه داشته باشم، حرفمو به ملت بزنم، بعد تو تلویزیون تبلیغ میدادم بزرگ بشه، بعد میرفتم تو خیابون میذارم که آدم از جلوش رد بشه. الان من میتونم این رسانه بسازم، یه کاری بکنم 500 هزار نفر دنبالش بکنم. ما یه ذره پیگیری میخواد، واقعا فقط یه ذره پیگیری میخواد، یه ذره تلاش کردن میخواد و یه ذره اینکه حالا ترجیحاً اگه بتونی یه ذره خودتو متفاوت کنی و فرق بکنی هم روشت سریع‌تر میشه. پادگی گفته پاسخگوی دایرکت های جزو ادمینیه، جزو ادمینی حساب میشه. یکی گفته من میخوام سئو یاد بگیرم، شما آموزشی دارید یا راهنمایی کنید؟ باز میگم برو تو سایت ما تو بخش آموزش ها، بخش آموزش سئو کلی مقاله رایگان داریم. بچه خیلی از این چیزایی که من دارم میگم و حالا کامل تو سایت به صورت رایگان آموزشش هست. یکی گفته از کپی رایتینگ میشه حرف بزنید؟ کپی رایتینگ خب مهارت خاصیه، من واسه این بهش نپرداختم، ولی کپی رایتینگ کلا هنر کلماته، اینکه چه جوری کلماتو بچینم کنارم که فروش ایجاد بکنه، که تاثیر بذاره. و کپی رایتر خب خیلی جا هست، یعنی اگه تو مثلا داری فرض کن تو سایت یه سایتی میخوای محصولی بفروشی، یه متنی می‌نویسی که محصول فروش بره، این میشه کپی رایتینگ. تو بیلبورد مثلا دیدی بیلبورد اسنپ فود که میزنه مثلا نام بود صف بود مثلا، خب اسنپ فود، این میشه کپی رایتینگ. یعنی یکی هستش که داره این ایده متن تبلیغاتی رو میده، ما بهش میگیم کپی رایتر. یا واسه سخنرانی تو مطلبم بنویسی، مطلب هدفش این باشه که خب آدم‌ها رو قانع بکنه، آدم‌ها رو ترغیب بکنه کاری رو بکنه، اونم میشه کپی رایتینگ. کلا این مهارت از کپی رایتینگ. یکی گفته من دوره شما رو گذروندم، میخوام معرفی بشم. ببین کافیه درخواست یه دایرکت بده اینجا یا به واتساپمون که تو دورم هست پیام بده، بچه‌ها کارتو پیگیری می‌کنم و توضیحاتش هم بهت میدم. یکی گفته من راجع به فرمول 1 خیلی اطلاعات دارم، کاری که میتونی بکنی چیه؟ اینکه بری
این سایت های ماشینی که هستن بهش بگی آقا من میتونم واسه در این زمینه محتوا مقاله بنویسم. ولی جدا از اون بچه‌ها وقتی یک مهارتید یک چیزی بلدید علاقه دارید دنبالش میکنید، من همیشه به خصوص الان که هنوز بازار خیلی چیزا بکره، من همیشه پیشنهادم اینه شما میتونید شروع کنید ویدیو ساختن راجع به فرمول 1، راجع به مسابقات فرمول 1، اینکه چجوری کار میکنه و مخاطب داشته باشید، ویدیو بسازید تو آپارات یوتیوب، تو اینستاگرام بذارید و مخاطب جذب بکنید. اینستاگرام بچه خودش پول نمیده مثل یوتیوب که پرسیده، ولی دقت کنید دیگه، یعنی تو وقتی مثلا 40,000 تا مخاطب داری خب میشه از این درآمد داشت. یکی گفت آموزش تدوین ویدیو با گوشی چقدر زمان بره تا به جایی برسم که کار بگیرم و درآمدش رو حدودی بگو. ببین تدوین با گوشی واقعا کار دو روز سه روزه، یعنی اگه مثلا سه روز پنج روز جدی به کوب بشینی پاش یاد میگیریش. تو بکرس درآمدش هم من میگم حالا اگه با ما بگذرونیش معرفیت میکنیم کار میگیری، تو همون هفته اول میتونی کار بگیری، خودت هم حتی بخوای بری مثلا شوکای جای مختلف درخواستان کار گرفتن هستش، راحت میشه کار پیدا کرد. همین الان خیلی هستن که نیاز دارن به کسی که بلد باشه این مهارت رو. بچه ما اینو تو رو خدا لطفاً با دقت گوش بکنید چون مهمه. ما بچه ها یک مبحثی داریم که راجبش اصلا کتاب هم هست، کلی کتاب راجبش نوشتن، هم راجب اینکه چیه، هم راجب اینکه چجوری چیز نشیم تو دامش نیفتیم. به اسم این مبحث اسمش اقتصاد توجهه. بچه ها وقتی ما میگیم اقتصاد داریم راجع به چی حرف میزنیم؟ اقتصاد همیشه اونجایی شروع میشه پول محدوده، عرض و تقاضا وجود داره، محصول و پول رو در کنار هم قرار میدیم، یک اقتصادی به وجود میاد. حالا وقتی ما میگیم اقتصاد توجه پس یعنی چی بچه ها؟ یعنی اینکه یک عرض و تقاضایی وجود داره اولا، دوما که محدوده. ماجرا چه قراره؟ ما میگیم آقا توجه آدمو محدوده، همه ما توی روزمون 24 ساعت زمان داریم که حالا خیلیش هم خوابیم و تو طول روز به چیزا مختلف توجه میکنیم، یه تبلیغ میبینیم، یه محتوا تو اینستاگرام میبینیم، یه لایف تماشا میکنیم، همین کارا میکنیم خب، ولی محدوده. عرضه و تقاضا هم که مشخصه، عرضه توجه ماست، عرضه محتواست، محتوای مختلف که تو جهان دارن تولید میشن. تقاضا چیه؟ تقاضا ما رو چش ماست دیگه، توجه ماست. بحث سر اینه، میگن که آقا کسی که بتواند توجه بیشتری به دست بیاره نتیجه بهتری میگیره. یعنی چی؟ یعنی توی جهان فوتبال بیشتر توجه داره میره سمت کی؟ سمت مثلا رونالدو. مثلا توی کمدین ایرانی حامد آهنگی توجه میتونه به دست بیاره، توی اینستاگرام مثلا صدف بیوتی داره توجه به دست میاره. و کارنسی بچه ها، کارنسی جدید ما، ارز جدید ما توجهه. کسی که بتواند توجه بیشتری به دست بیاره پول بیشتری متعاقباً به دست میاره، که بازی امروز ما بازی توجهه. اگر من بتوانم توجه شما رو جلب کنم از قبله میتونم درآمد هم داشته باشم و جنگ هم سر توجه. یعنی مثلا میگیم که آقا تو اینستاگرام میتونی موفق شی یا نه، سوال در واقع اینه آیا من میتوانم توجه آدم ها رو به دست بیارم؟ تو یوتیوب میتونی موفق شی؟ آیا من میتونم توجه آدم ها رو به دست بیارم؟ بازی که داری میکنی این بازیه، تو داری تو این بازی شرکت میکنی و کسی که بتونه توجه به دست بیاره میتونه درآمد هم داشته باشه. همیشه وقتی من یه پیجی دارم که 300 کا فالوور داره، 700 کا فالوور داره، 1 میلیون فالوور داره، از قبل این توجهی که داره سمتم میاد درآمدم دارم. درآمد به چه شکله؟ یادم تبلیغ میگیرم، یادم یک محصولی میفروشم. باز اگه میخواد بهش بهتر فکر بکنید، خب من هفته پیش تولدم بود، من با دوستام رفتم یک رستورانی، برادرم و دوستام رفتم یک رستورانی و اونجا مثلا منو خواستن سورپرایز بکنن. بام اتفاق بامزه که حالا بعدن داداشم برام تعریف کرد چی بود؟ گفتش که اینا خود پرسنل اون رستوران اومده بودن و بالا سر ما بودن دست میزدن، گفتش اینا نمیان این کارو نمیکنن. خب بعد من بهشون گفتم، یعنی بحثش که شد، گفتم که مثلا برادر من انقدر فالوور داره تو اینستاگرام این کارو واسم کردن، یعنی اومدن بالا سرمون دست زدن. خب چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ببین این چیزه، این اعدادی که حالا ما داریم میبینیم، این توجهه خود به خود میتونه تو رو پررنگترت بکنه. اگه حالا تو فکر اینه که بیای و مثلا پیج بزنی، بیای و این کارا رو بکنی، خود به خود دست تو رو باز میکنه، خود به خود یک اعتباری به تو اضافه میکنه که از این اعتباره میشه استفاده کرد. پس اینم از این، امیدوارم به درنم خورده باشه بچه ها.
و اینکه در نهایت من بازم تاکید بکنم تا فردا شب تخفیفای دورای ما توی سایت برید میتونید همه رو ببینید. علاوه بر این حالا بسته کسب درآمد اینترنتی مون که حالا همه مهارت‌های اون جذاب و یعنی اصلا بازار فروش اینترنت چیه، طراحی سایت چه فرصتایی هست، اینستاگرام طوری محتوا با گوشی همه اینا رو بهتون یاد میده، یک تخفیف ویژه تری داره که تعدادش محدوده و دوره اینستاگرام و گوشیمون که با همن و تشم معرفی تو میکنیم هم یک تخفیف ویژه تری داره و خلاصه اینا ببینید، اگر دوست داشتی شرکت بکنید، قبلش بخونید اطلاعاتش رو که بدونید چیه بچه دقیقا، و اگر هم نمیخوادی مسیر رو برید، برید تو سایت ما، تو آموزش ها، تو همه فیلدهایی که تو اینترنت میشه ازشون درآمد داشت مقاله زیاد داریم بچه ها، مقاله‌ای که واقعا مقاله آسیانا، یعنی ما معروفیم، قبل اینکه بیام تو اینستاگرام قبلا هم گفتم معروف بوده سایت نووین به کیفیت مقالاتش، پس اونجا میتونید کلی اطلاعات مفید کسب بکنید. ممنونم از اینکه همراهم بودید و امیدوارم که به دردم خورده باشه. مواظب خودتون باشید.